سلام حسین. علیکم سلام. خسته نباشی. نه سلامت باشی. بشی. رمزون رو فرستادم بانک الان میاد. بفرما. دست شما درد نکنه. ما رو ببخشید. اختیار داری. شما رو به زحمت انداختم. چه زحمتی؟ من فقط میترسیدم برای شراکت پای غریبه میون بیاد که الحمدلله حل شد. عرضی که باشم. باز کوچیک شما. عزیز ماهی. اگه به خاطر زمین نبود، هیچ وقت از پیش تا نمی‌رفت. هر کسی رو بهر کاری ساختن. شما از اولم چشم دنبال زراعت بود. بله. ایشالله خیر توش باشه. بچه ها میگن حیف آقا نصرالله از اینجا بریم. به شما بگی خیلیشون راحت. ایشالله زمینی که گرفتم یه گوشش رو برا میکنم برای تمرین. آقا رمزون اومد. سلام آقا نصرالله. بفرما. خسته نباشی. بفرما. بشمار. اختیار داریم. 290 300. این که 160 کمه. آقا مرتضی، آقا نصرالله از جوانان برومند و درستکار این خطه هستند. حضرت عالی همکاری بفرمایین و موافقت کنین مبلغی در مورد یعنی چی آقا این حرفا چیه؟ کدوم همکاری؟ همینطوریش هم کلی تخفیف دادم، گفت 100 تومن کم دارم، گفتم عیبی نداره، قولمش میکنیم بعدش جور میکنه، حالا داره دبه میکنه. آخه مورچه چیه که کله پاچشی باشه؟ نجونم من معامله نمیکنم. آقا مرتضی، هم چوب هم پیاز که نمیشه. آقا مرتضی، قربونتم، بفرما بشین. شما خودت بهتر میدونی من چند سال چشمم دنبال این زمینه. با توجه به همت بلند آقا مرتضی بعید به نظر میرسه موافقت نفرمایند. 20 تاشم به خاطر آقای صابری، بقیهشو چی کار میکنی؟ فکرانش هم کردم، یه مقدار خرده ریز داریم، چند تا از آشنا و فامیلان قول همکاری دادن، تا 20 روز دیگه حتما جور میکنم. چهارده هم، 21 هم، 20 روز دیگه میشه جمعه، 27 شنبه، 28 میریم محضر که معامله رو قطعی کنیم. با اینکه خیلی مشتری نقد پاش نشسته، ولی چون خیلی وقته که چشت دنبالشه، این سه هفته رو صبر میکنم. در ضمن چاه آب زمین یه تعمیر جزوی لازم داره که فردا پس فردا چند نفره میفرستم که راست ریسش کنم. نگران پولش هم نباشین، پای خودم. مبارک انشالله، امضا بفرمایید. بفرمایید. ممنون تمام مرتضی. مبارک. ممنون فکر میکنم میبینم چیزی نداریم به درب سمسار بخوره. ما همین چهار تا شکسته پیکسته که دور و برمونو گرفته. اومدی یا نزازیام؟ من میدونم تو دلخوریت از چیه. شما زنها همش به فکر شما باریکه هستی. 100 دفعه گفتم آدم باید جرأت داشته باشه. من زندگی همش خورد و خوراکه. تو بهتر میدونی من با روحیه‌ام درفش و چکش جور در نمیاد. مگه من میگم چرا رفتی زمین خریدی؟ بچی من میگم آدم عاقل تمام سرمایه زندگیشو نمیده یه تیک کاغذ بگیره. کاغذ؟ اصلا سردر نمیارم. این آدمی که این همه سال به تو جواب رد میداد چی شد که یهو خودش میفرسته دنبالت که بیا زمینو بخر اونم با تخفیف؟ به، اینم جای دستت درد نکنه؟ حالا که لوتیگری کرده باید بهش شک کرد. عزیز من سن و سالی ازش گذشته. همین که دو دهنه مغازه تهران شبا گردنه خیلیه. اصلا نمیفهم تو چرا انقدر به مردم بدبینی؟ همیشه گفتن راه موفقیت در خوشبینی و اعتماده. بنده خدا همه زمیناشو فروخته بود الا این یکی که منو خبر کرد. همین اوشین چرا همیشه تو کارش موفقه؟ Thank you.
روزش هم که رفته. 2500 تومن. دو هزار و پونصد تومن محال ممکنه این بازی میکنی؟ مگه از سر راه آوردم؟ یکی رو نمیفروشی. فروشیست این خواهر ما برکل عرم معامله نیست، داریم بی خودی وقت خودمون رو هدر میدیم. صاحب کن بشممون وقت تو هم انصاف داشته باش. آقا این فروشیه مگه چی دیش واسه ما میمونه؟ اومدیم از توی دستت بشه میرم توی دستت درد نکنم. گلاب جان میدارم دلت میسوزه ولی چاره چیه؟ قول میدم تا سال دیگه بهتر از ایناشو برات بخرم. ها آخرش هم همون که گفتم. اینو داشته باش، ختمشم فردا بهتون میدم. یارو کیه؟ اون یارو بگمانم خال باشه، الان 2 هفته است هر روز میاد اینجا، هی راه میره و با خودش حرف میزنه، یه چیزایی هم مینویسه ولی بی آزاره، کاری به کار کسی نداره. سلام علیکم، خسته نباشید. سلام علیکم. لطف کردین، این آقای عاملی واقعا در حق من بزرگی کردن. دیگه انتظار نشتم شما رو بفرستن اینجا شخم بزنید. چرا مزخرف میگی مرد؟ اینجا چی کار داری؟ اصلا تو کی هستی؟ من کی هستم؟ حرف دهنتا بفهم، من مالک این زمینم. تو مالک این زمینی؟ از کی تا حالا؟ از هفته دیگه. یعنی شمی که میاد بیری محضر معامله رو تمام میکنی. با کی میخوای بری محضر؟ زده به سره؟ این زمین مال منه. دروغ میگی، این زمین مال آقای عاملیه. هفته دیگه میری محضر بساطتون جمع کنی. کلاه گشادی سرت رفته، یه ماه پیش من این زمینو خریدم. شرم میگی، این زمین مال منه، خودم خریدم. با هم حرف زیادی نزن. تو به تو باره بیرو انشالله به این ترتیب قطعا کلاهبرداری صورت گرفته. زمین 32 روز قبل در تهران معامله شده و حالا قانوناً متعلق به این آقاست و قولنامه شما از درجه اعتبار ساقطه. منتهای مراتب چیزی که برای بنده عجیب اینه که جناب صابری بعد 30 سال سابقه بنگاهداری چطور موقع عقد قولنامه از فروشنده نخواستن که سند مالکیتشو ارائه بده؟ والا به خدا چندین بار به ایشون تذکر دادم، منتها فروشنده ادعا میکرد سندو در تهران جا گذاشته. آقا نصرالله نگران این بودن مبادا در رفت و برگشت رأی ایشون برگرده. اینطور نیست آقا نصرالله؟ در هر صورت شما میتونید به استناد این قولنامه بابت کلاهبرداری از آقای مرتضی عاملی شکایت بکنین و طبق آدرس موجود از مشتکیون ان که ساکن تهران است ما پرونده را به نزدیکترین شعبه دادسرا در مرکز میفرستیم که پیگیر آن باشید. الو الو آقا جو. الو الو کیه؟ وا چرا حرف نمیزنی؟ وف گلاب هم اما دیگه حرف نزد. خاک به سرم، داره گریه میکنه. گلاب مادر چی شده؟ یا امام زمان خب چرا همین امروز راه نمی افتین؟ هر جور صلاح می دونین.
کیه؟ بیاین اینجا، شاید آقا کمال بتونه کمکتون کنه. آدم کاری از دستش بر بیاد چرا نکنه؟ یارسل همین موقع بود یه بنده خدای اومد که آقا کمال به چشام اطمینان ندارم ولی به تو چرا؟ این شندرخواست واسم بنداز تو کار، اصلا بزوزونش. گفتم مرد حسابی حرفا چیه؟ 118 بهت میدم، یعنی سه برابر بانک، بی سوخت سوز، بی مالیات. برج به برجم بیا در دکون بهرهشو بگیر، اصل سرمایت هم محفوظ. البته شما به این موارد واردترین، اما بنده بعد از عمری پشت میز نشینی ترجیح میدم که دوران بازنشستگی و تنهاییمو بتونم در یه گوشه آروم به یه کار مفید مثل مرغداری مشغول بشم. هر جای دوست دارین، چیزی که فراوون زمین جنسی رو که رو دست میبرن مرغ و تخم مرغ. درست اسخر؟ بله. این زمین مرغوبه که جلو قهوخونه کرد ماشاءالله بود معامله شد. الان میام خدمتتون. سلام علیکم. سلام علیکم. والا دو سه نفر پاش واسدادن، ولی اگه ایشون طالب باشن رو چشم برنامهشو ردیف میکنی. چهار تا تخم مرغ تو دست به گذاشتن چه کاری نداره؟ آپولو که نمیخوای بفرستی هم چی بگم والا؟ دیشب با چند نفر از آشنا حرف زدم، نظرشو خلاف این بود. همه همینطورن، جربوزه دنبال کار رفتن ندارن، هی موش میده اونم آیه یز میخونن موش نمیدن. باید ببینیم به امید خدا چی پیش میگه. 100% درست میشه. من این را رو مرتب میرم و میام. اینم سال دیگه همین موقع رو که داری تریلی تریلی مار میفرستی تریلی. کارت درست میگه. خیلی خب الان بهت میدم، شلوغش نکن. چه خبره؟ بیا بریش مال خودت، مال خودت. بگیر اونجا، دست در نکن. نه خیلی ممنون. شما نهارم نخوردین. از نخوردن کار درست نمیشه. سلام بابا، نوار آوردی؟ آره بگیر. آخ جون، بیای بچه ها، بیای. چیه؟ چه خبرتونه؟ سلام. به آقا نصرالله. حالتون چطور؟ خوش آمدید. سلام. حالتون خوبه؟ یالله
خوش آمدید. خوش آمدید. سلام گلاب خانم. بفرمایید. یا الله. خانم جو قضیه رو واسم گفت. کلی دماغ شد. البته بهت بگم ها، تقصیر خودت هم بود که ما رو غریبه به حساب آوردی. اختیار دادیم. خواستی هم چی کاری بکنی میمدی میشستی دو کلوم حرف میزدیم، همینجوری گذاشتی رفتی آتیش زدی به ماله. نمیدونم والا. خب حالا بگو ببینم چی کار کردی. رفتم دم مغازش، میگن فروخته رفته. یکی دو جای دیگه هم که فکر میکردم شاید نشانی ازش پیدا بکنم سر زدم، انگار آب شده رفته زمین. فردا باید برم دادسرام. حالا شایدم پیدا شد، فکرشو نکن. اگه پیدا نشد اون وقت تکلیف چیه؟ ولی زود باش باید برم. کجا هنوز نیومده؟ بفرما. بفرمین. اصغر نیست باید برم دردو کن. یه امروز میموندی تو هم اسمشی وردست داری. اونم که یله نداده، این سگ میدوه. یه زمانی زمین مثل طلا بود، میکاشتی و ور میداشتی و زندگی تو میکردی. اما حالا اوضاع فرق میکنه، پول بخوای باید سراغش تو شهر بگیری، علل خصوص که عیالوارم باشی. منظور صحبتم با این بند خدا مجسفره که 7 سر آیله داره و 1 هفته از زمین که بالاخره مجبور شد بفروشه. حالا هم میخواد بره تهرون پولش رو به یه کاری بزنه. من گفتم صبر کنه تا شما بیاین ببینیم چی صلاح میدونی. خب مجسفر چه کاری دوست دارم؟ بلا ما غیر کشاورزی کاری بلد نیستیم آقا. نگفتم چی بلدی؟ بگو دوست داری چی کاره بشی؟ مثلا دوست داری بری اداره پشت میز بشینی یا مثلا یه کار فنی؟ حتی هنری؟ والا چی بگم؟ هر طور شما صلاح میدونی. میگم اصغر آقا ماشالله زمینش را میده که اگه مرداریم گرفت یه سال هم اون طرف بزنه. خب بله کار نشد نداره. خدا سعی شما آقا کمال از سر ما کم نکنه. زنده باشی. با اجازتون من میرم. خوش باش. پیچره میفرمودین. آها بهت میگم اگه دوست داشته باشی فکر کنم مسافرکشی بهترین کار باشه. یه پیکان رو درام میندازیم زیر پات آقای خودت نوکر خودت. ولی ما رانندگی بلد نیستیم آقا. تو فقط گوش کن ببین آقا چی میگن. کاری نداره، همینجا میشینم به پشت فرمون تا برسیم ترون پای یکت هم گرفت. دیگه چی میخوای؟ پاش برو بارو بندیل تا جمع کن بیار. پاش برو. وایستو با هم بریم کرد ماشالله. هوای این همشهری ما رو داشته باش. چش چش روشنی ما فراموش نشه. ما هیچ سفر ماشالله. اول خدا دویوم شما، جون شما و جون این بچه های ما. خیالت راحت باشه، ایشالله میری کاربارت میگیره بر میگردی با خودت میبریشون. برای بشین اومدم. اگه بازم از این زمین های بی بابا دیدی خبرم کن. باشه باشه. برو بشین پشت فرمون. ولی من رانندگی بلد نیستم. نه ترس بابا اونش با من. برو برو بشین پشت فرمون. برو الهی برو. از بابا انشالله از خدارت در میاد. خداحافظ خداحافظ. بپذیرشون نکن. چی کار میکنی؟ میخوای بری تو دیوار؟ حواست با اونا باشه. برو همینجوری برو 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 Thank you.
شدی. برو 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 دست تو بندار جلو تو بپا. جلو تو به پا بمونه چی کار داری؟ برو برو مبلغ 32 میلیون تومان بابت کلاهبرداری طی 11 فقره در عرض یک ماه. چک برگشتی و سند واخواستی. حالا هم که نوبت شماست. متاسفانه باید خدمتتون عرض کنم در این لحظه کاری از دستمون بر نمیاد. باید صبر کنید. چرا صبر؟ همه دار و ندارم به باد رفته. مجبوریم. چون برای آخرین بار چند روز پیش این جناب در ابوظبی دیده شده. شما هم باید مثل سایر طلبکارها صبر کنین تا شاید یه روزی گیر بیفته. ببین مکسفر، من اینجوری نوشتم: مورد معامله پیکان زرد قناری تهران 22 صحیح و سالم به مبلغ 1,500,000 ریال در اختیار مکسفر سبزوادی قرار گرفت و مبلغ 300,000 ریال یعنی 30,000 تومان نقدن پرداخت شد. نخیر آقا، من همه پولو میدم. نه عزیز من، شما همون 30,000 تومن رو میدی. وقتی رفتی مزر سند زده شد، کمیز مارم که دادی، اون وقت امضا میشه و تموم. اسخر این استان کجا؟ جام دیگه بهت میدم. تو جای اخی اوستا باشه، فردا میاد. اسخر رو میفرستم ماشین رو تو دم مسافرخونه واسه بیاره. آقا راه بردنش عین وانته. از اونم راحت تر. هفته دیگه خودم تصدیقم واسه میاد. بزن اینجا. خیر ببینی ان شاء الله اسخر. دوزگیرش هم زدم تکون بخوره صدا بوغش در میاد. ممنونم. زرد قناری بفرمای. اینم سویچ، گمش نکنی ها، دیگه امری نیست بابا. خیر چه امری، ولی چی بگم والا روم نمیشه، کمپون شما رو نداره از کارم. این حرفا چیه؟ من سفر بس جیبه مهمون ما باش. مای سفر میگم حالا خوشت رانندگی یاد گرفتی، اگه گیر یکی از این آموزشگاهی رانندگی میافتدی باید ساعتی 200 تومانی. والا چی بگم، چیز قابل داری نیست. چون من باشه هر چقدر دوست داری. حالا که اصرار داری همینو ور میدارم. بسه، مبارکت باشه، ما رفتیم، مواظبش باش. چشه میپاپش. بیچاره. اون وقتی بهش گفتم سرمایه تو ورده بیار اینجا بندازم توی کاری، گوش نکرد. میتونستم براش ارز بخرم، طلا بخرم، دلار بخرم، پولشو بندازم توی کاری که در عرض 6 ماه به اندازه 15 سال کار کفاشی درآمد داشته باشه. حالا طرف تو ابوظبی جلو میده و بریشش میخنده. تفلکی آقا نصرالله وقتی اومد خونه نمیدونی چه حالی داشت. از ظهر تا الان دوتایی عزا گرفتن، دق نکنن خوبه. حالا میخوان چیکار کنن؟ والا خودشونم موندن معطل، نه روی برگشتن دارن نه مایه دستی که به کار بزنن. اگه میشد اینجا براش یه کاری جورشه خوب بود.
سارا بزن رو تلویزیون ببینی. زود باش. شویدی بشه چی شده؟ یادم اومد صبح بعد این بونچاق رو میرسوندم دفترخونه، زحمت شو برام بکش، خیلی ممنون میشم. باشه شهر قربان شما. ببین لاله زار رو پاکتش نوشته است، هر کسی بپرسه نشون میده از این طرف. برو خدا خب یه دفعه دیگه جریان رو تعریف کن. آقا شب بودش، یعنی غروب بود، صبح که پاشدم دیگه نبودش. به همین راحتی ماشین ول کردی به امون خدا. بله دلت که نسوخته بود. سی تو من دادی؟ گفتی گوره پدر صاحب ماشینم کرده. آره اصلا بینم، مگه نگفتی چارچشمی میپامش؟ پاییدم آقا، به خدا پاییدم، اما نمیدونم که این کفه مرگم رو گذاشتم که اومدن بردنش. اصلا کلیدش که اینجاست، حالا چه خاکی بذارم بزن. آقا که بله شده بودی تو مسافرخونه باز فکرشو میکردی. خیلی خواه بلش کن از قهر، بیا سنده رو برکلام تری به ماشین زدن. سنده آقا ما میخواستیم بریم کلانتری، اما اول گفتیم به شما خبر بدیم. لفظم نکرده، خودم میرم. چیه واسطی منو نگاه میکنی؟ میخوای یه چیزی هم دستی بهت بدم؟ ما غلط بکنیم آقا، ما خیلی خوب را خیلی خوب را بذار باید بیاد ببینم چه غلطی باید بکنم. ما دوچر شمایی، ما کوچیک شمایی. مادر زن من برای ما تیکه گرفته، نسل الله رو فرستاده موی دماغ ما بشه. خب ردش کنیم بره. یه فکری براش میکن. الو آقای کاظمی؟ اینجوری برات بگم، این روزا آدمایی مثل شما کم پیدا میشه. تشکر. از همون روز اول شیفته صفات شدم آقا کاظمی. ممنونم. فهمیدم مثل خودمون بیشیله پیله و ساده هستی. گفتم اموراتت نمیگذره بچسب مسافرکشی، هم آقای خودت هم نوکر خودت. نظر لطف شما. خلاصه تو این دو سه روزه همه جا سپردم تا یه چیز باب تب آدم با صفایی مثل شما پیدا شد. یه زرد قناری، موتور تازه تعمیر، یک یک تمیز و مرتب. الان دادمش کارواش اصغر همراه، یه نسخه قلمه میدم بیار خدمتتون. شما فقط 30,000 تومان بابت قلمه مرمت میکنین تا بریم مصر. چه ساعتی؟ حدود 2 ساعت دیگه میدم بیار خدمتتون. یعنی ساعت 1:56؟ بله دیگه، تا ساعت 2 خدمتتونه، خاطر جمع باشید. نه خیر، پس بفرمایین 2:04 دیگه. خدا بله، یه چیزی شما در همین حدود حساب کنید. چرا تو فکرشی آقا نصرالله؟ بفرما.
فهمیدی از خط چه اشتباهی کردم؟ آدرس معذر آقا ایوب از طرف لاله‌زار دادم. کفلکی آقا نصرالله کلی سرگردون شد. خلاصه مایه شرمندگی ما شد که افتاده تو زحمت. پاک خسته شدی. اختیار دارین، مسئله خستگی نیست. بابا دو روز دنیا که این حرفا رو نداره. بی خیالی تکون بفرما. کاریست که شده آقا نصرالله. من فقط می‌خواستم برادرونه یه نصیحتی بهت بکنم. بعدت نیاد چون دوست دارم بهت میگم. اختیار دارین. ظاهر باطن کار ما اینه که میبینی برکت از کارمون رفته، نه خریدی، نه فروشی، نه اجاره، نه هیچ. خودم اگه به خاطر ساختمون تا خرخره زیر قرض نبودم میرفتم دنبال یک کار دیگه. اما ماشاءالله تو جوونی، قوه داری، باید بچسبی به همون کاری که 15 سال توش اوستا شدی. چرا وقت تو اینجا تلف؟ تو رو خدا بدت نیاد، اینجا دکونه خودته، هر وقت دلت خواست بیا. قدمت رو چشم ما. تو نمیخوای را بیافتی؟ ساعت دو باید خونه طرف باشی. راست بگیم الان برمی کردم. سلام علیکم. گلنومه. اینم سویچ. اینم 30,000 تومان. بنده مرخصم. خواهش بندم. شما نمیخواین برین تلویزیون رو تماشا کنین؟ نه آقای جو، شما بفرمایید. من میرم بخوابم. اگه روی برگشت پیش اوس رسولا داشتم یه دقیقه هم اینجا نمی‌موندم. فعلا که ناچاری. باز آقا جونم این حرفی نداره. اونم محبت دارم، ولی مگه میشه؟ تو زیادی ملاحظه کاری. ببین الان آبجیمینا چند سالی اینجا نشستن بدون اینکه دیناری پول بده. باز اگرم میخواستم بدن مگه آقا جونم قبول میکرد؟ اگه همینجا یه کاری پیدا کنیم خب کم کم یه پولی هم میتونیم پس انداز کنیم. بعدش هم برمیگردیم خانمون، یه زمین پیدا میکنیم کوچیک، همین که بشه باشه یه زندگی و چرخان برمیگردیم. ها؟
نمیای بخوابی؟ از حرفای دیشب خانم جون دلگیر شدی؟ نه اصلا اصلا. مادر همیشه نصرالله رو بین بچه های خاله یه جوری دیگه ای دوست داشته، دلش بخواد دستش اینجا به یه کاری بند شه. حالا نمیتونی یه کاری براش پیدا کنی؟ فردا میفرستم پیش یکی از رفیقام، کارگاهی کفاشی داره. تو برو بخواب. سوسا نمیدونی دیشب چه بدبختی کشیدم. این داد اومد ها؟ وای چه حالی؟ خوبی دیشب سکته نکردی؟ میدونی که باید چی کار کنی؟ آره. بردن آقا. به به آقای کاظمی چی شده؟ این چیه؟ همینش مونده. وایسته بینم، نکنه ماشینو میگی؟ که؟ ساعت 11:43 شب گذشته. آقای انصاف. وای قلبم بیچاره شد. آقا چی شد؟ آقا شما چی شد؟ چی شد؟ یا ابوالفضل. آی قلب. آخه مرد حسابی آدم خبر بعد اینجوری ناغافل نمیده. قلبم. آخه بی حساب اگه مال خودت بود اینجوری میپاییدیش. قلبم. برو زودتر کردم تری اطلاع بده تا اوراقش نکرده. پس چرا وایسادی زودتر؟ برو تو رو میبینه حالش بدتر میشه. برو پی کارت. برو پس فرده سربازن این خبرش. چه ساعت میگم؟ هر موقع وقت کردی برو. من چه میدونم همین موقع ها. برو دیگه. خدمت شما. رأس نوها. خیلی خوب. برو مارش. برو. آخش. این دفعه به خیر گذشت. دیگه مستعصل شدم. میدونی امروز تو باشگاه چی جوابم دادن؟ گفتن مربی زیادی هم داریم، دو شک جمع کن میخوای. آخه خانم جون من چه کاری از دستم ساخته است؟ والله کار خود امام عملگی. ای بوی خدا نکنه. نه والله بی تعارف میگم، از صبح تا شب به خاطر یه تیکه نون باید با هر کس ناکت چونه بزنیم و بله نسبت خودمون رو خار و خفیف کنیم. وقتی آقا نصرالله کار به این خوبی رو که من پیش رفیقم رو انداختم رد، اینو بدیش به من. اگه دستم برمیومد خودم میرفتم دنبالم چه کار بی درد سری. مگه چه عیبی داره؟ میدونم آقا کم، میدونم، ولی اونم حق داره. شما خودت از وضع پدرش با خبری؟ زمینی داشت،
گاو و گوسفندی. بالاخره برای سختی که بعد از اون زندگی و 15 سال صاحب کار بودن حالا بیاد شاگردی کس دیگه ای رو بکنه، اصلا با شونات خانوادگیش جور در نمیاد. بله شنیدم آقا نصرالله پدرش چی داشته، اونم میدونم که 3 بار تو مسابقات استان مقام سومو به دست آورده، ولی آخه مگه استخدام شدن به شونات آدم لطمه میزنه؟ اگه شما در حقش برادری میکردی، یک کاری براش پیدا میکردی که چی میگن نوکر خودش باشه و آقای خودش، خیلی خوب بود. اینطوری با یه تیر دو نشون میزنی، اول از زرد قناری رو ردش میکنی چون تا حالا 5 دفعه قولنامه شده بود یه کار کردن رو سلا نیست، در ثانی این باجناق محترم شرش کنده میشه و ما میتونیم تو خونه خودمون یه نفس راحت و آسوده بکشیم. والا خیلی استای آقا کمال، من یکی که نوکر، فقط باید حواسمون جمع باشه تا از تهرون بیرون نرفته ماشین دم دکون نیاره، چون اگه این مرتیکه کاظمی سر برسه و ببینه حساب با کرمل کاتبینه. چارشاخ موندم، مگه این یارو کار و زندگی نداره که روز سر ساعت 9 اینجا پیداش میشه و پرسجو میکنه؟ آقا کمال اومد؟ من که حوصله‌شو ندارم رفتم. محمود آقای خودمونه. اصغر آقا کجایی؟ آقا کمال بیا پایین، کنه رفت. بیا صبح بخیر. خلاصه خانم بزرگ، مرز گل روی شما. 5 روز تموم گشتم و به هر کسی روی انداختم و سفارش کردم تا بالاخره امروز یه چیزی تاپ معرکه پیدا کردم، یه پیکان زرد قناری، انگ همونی که به درد نصرالله خان میخوره. اولا با صاحبش تهی کردم نصف پولشو بگیره قولنامه کنه، ماشین فردا تحویل آقا نصرالله بده، بعد از 20 روز که انشالله پول جور شد میریم محضر. اولش کمی بدقلقی میکرد ولی بعد راضیش کردم. خدا انشالله زن و بچهات نگر داره. قربون شما، انشالله دیگه آقا نصرالله بعد از 20 روز دیگه خیالتون راحت باشه. اونایی که برای خرید زمین قول کمک داده بودن هنوزم سر قولشون هستن، برای تلفن میزنم پول حواله کنم. اما دومیشو نگفتم، اون مهمه. آقا موتور این ساعت، ماشین یک یک، سند دست اول، جلوبندی سالم، هنوز باد کمپانی تو لاستیکاشه. جون شما ماشین مال یه خانم دکتره، فقط باش رفته مطب و برگشته. ماشین راست کار آقا نصرالله است، میتونه حالا مسافر بزنه از این شهر به اون شهر، از این ولایت به اون ولایت. با یعنی بری تو جاده کار کنه؟ بله مگه اشکالی داره؟ این حرفا کدومه؟ خواهرزاده من با یه پیکان بیفته تو جاده؟ مگه من میذارم همینجا میمونه تو شهر کار میکنه؟ ولی خانم جون ماشین کلی استعلاد پیدا میکنه، قدم به قدم آدمو جریمه میکنه، تازه بیابونه گرونو بلد نیست. بلدی؟ اگه مجبور باشم یاد میگیرم. این که کاری نداره، هر کی گفت مستقیم سوارش میکنه. تر ترافیکو چی میگی؟ داخل محدوده نمیشه رفت، خارج از محدودم که درآمدی نداره. این حرفا کدومه؟ همون کاری که پسر صدیق خانم میکنه آقا نصرالله میکنه. خیالت راحت باشه خاله، خودم فردا صبح همرات میام یادت میدم. بفرمی ماشالله عروسه، 4 تا لاستیک نو خودم انداختم زیرش. بفرما. نگاه کن اینم شیرینی شما، قابلی نداره. خجالت هم میره. خیلی ممنون. آقا نصرالله اینم سویچ، مبارک باشه، ماشین سرپاییه، اگه یه وقت اشکالی پیدا کرد خبرم. خیلی ممنون. خداحافظ شما. به سلامت.
سلام، صبح بخیر. مرید نباشه، فقط بگو مادر زنم مریضه، داریم میبندش بیمارستان، بقیهش با من. سرکار جان، نه نمیشه. سرکار جان، راه رو بند نیار. سرکار جان، راه رو نگیر، اعصاب خودت خوب. این خانم حالش خوب نیست. میخوایم ببرش بیمارستان. عزیز من، بعد از ساعت تر هر جا خواستی بیا ببر. اجازه بدید. سرکار جان، حالشون خوب نیست. آقای عزیز، طرح ترافیک اینا رو بیمارستان بالا شهر رو بردش توی شهر. خیلی خوب، بیا زنده باشید. همینجا نگهدار، ما پیاده شی. یاد گرفتی گلاب، دیدی کاری نداشت. نظامی و انتظامی از خدماتی چون مشاوره رایگان توسط این دفتر برمت خواهد شد. اوضاع چطوره؟ بعد نی؟ کاش میشد بقیه پول ماشین خودمون بدی. من از قرض دلم میلرز. چاره چی؟ آقا جون، فردا صبح ما رو زودتر بیدار کنی. باش، تو نمیخواد بیای؟ پس چجوری میری تو تر؟ بیرون تر کار میکنم. این کلکا کار منتونی. در روی پاک و مجرد چون مسیحا به فلک، از فروغ تو به خورشید رسد صد پرتو. بله بلا، بیا این پایین، بیا بیا این بشینی، بیا این شنبه‌زا، یه شنبه‌زا، دو شنبه‌زا، سه شنبه‌زا، چهار شنبه‌زا، پنج شنبه‌زا، غیر از محمد جمعه‌زا، بهتره که چشم حسود. مونده فقط یه نظر قربونی بندازی گردنش. برای شونات خانوادگیتونم که شده، به خواهرت بگو حالی پسر خالت کنه، کار کردنی تو تهرون فایده نداره. وا، یعنی چی؟ فکر کنن هنوز نایمده، دارم زیر پاشونو میروبم. فقط یه چیزی بهت بگم، کار کردن نصرالله تو این شهر ممکنه زندگی تو به باد بده. خلاصه از ما گفتن بود. اونا به ما چی کار دارن؟ همین که گفتم، پس فردا اگه چیزی پیش اومد منو ندیدیم نگی چیا. از همین در پیاده شد. چته؟ چی شد؟ مگه کوری گاری چی؟ حالا چیزی نشده. چی خواهد از بیمارستان؟ بلد نیستی؟ مگه مجبوری باشی ماشین بشی؟ حالا بگی چی کار کنم؟ برو بابا پیکرت. چقدرم پر رو باشه نمیتونه تو تهرون دوام بیاره. حالا که یه هفته صاحب علب طولون میره تا بوگ سک، میدونم آخرش یه جایی کارمون گیر میده. مگه به این شرط ماشینه بهش ندادین که بیرون شهر کار کنه؟ هرچی داشته بودم خانم جون پنبه کرد. من میرم یه سری به ساختمون بزنم تا کنه سر نرسیده. اصلا نگفتیم بالاخره مرخصی ما چی شد؟ به مادرم قول دادم ببرمش ده. نعمتی اومد بده لاستیکا رو ببره ها، پولشو داده. سلام اسکر آقا. به سلام مای سفر، چطوری؟ سلامت باشی. آقا کمالو دیدم، والا روم نشد برم جلو. خب الحمدلله انگار وضعیت خوبه. چی که انداختی؟ آقا از ناچاریه، دیگه روی برگشت ندارم، باید بالاخره یه کاری میکنم. اقلا خوب رانندگی یاد گرفتی، حالا برو به کاسبیت برس. دفعه دیگه که اومدی چند تا از اون پانکی مانکیاش بیار. ای بروی چشم، خدا حافظ. به سلامت. الو بله. صبح بخیر، بنده کاظمی هستم. خواستم از این که به علت گرفتاری شرفیاب نشدم عذر بخوام. انشالله فردا رأس ساعت 9 در خدمت خواهم بود.
انقلاب نه پنجاتون من بودم فاطمی نه نمیخوره نه بلد نیستم مورد گیشم نه مورد نه جارا کجا؟ قریبو گیدر از بو آدرسه حالا بیا بالای کارش میکنیم الله سن خیر برسید میشه شما جلو بشینیم؟ صد و چهل صد و شصت و شصت و پنج هفت هشت حوصله ندارم بچه جون برو پایین هشت و هفت هشت و هشت نود یک نود و دو نود و سه همین صبح جلوی بیمارستان چند تا غریب سوار کردم مجبور شدم دنبال نشانی دکتر دور شهر رو بگردم آخرش هم معلوم شد دکتری رفته مسافر هم لابا دلت نیمد ازشون پول بگیری بی خود نیست آبجی میگه آقا نسرولا راه رسم کار کردن تو تهران و بلد نیست همون بهتر که بیرون شهر کار کن چی شده؟ زنده شدم باشتا ببینم برو مریم رو بیار پایین نزه اینقدر بره بالا مریم بیا پایین چه خبری؟ نمیدونم بودو اومد در خدم جلی یواش یواش ساکی وای که بنام مریم کجا مریم بلم کن بچه اینجوری اینجا ببینم حالا رای کرد همینجوری گولی مگه دیوونه شدی آره دیوونه شدم تا وقتی که در این خونه وازه و هر کی هر وقت دلش بخواد میاد تو همینه دیگه چشمم روشن حالا دیگه خواهر تو خواهرزاده من هر کی هست خیال میکنین دلم برای خواهرم کباب نیست اما آخه زندگی من چی؟ میشه یه حولی بدی؟ شما بشین باشه فرمون دیگه بقا کابوتو بزن بالا فکر کنم از برقش هست آره ممکن از برقش باشه یه میکانیکی اینجا هست خودم یه آشنا دارم میبرم پیش از خراب فکر میکنم خفه کرده ممکنه پمپش داغ کرده باشه بیرم بنزین داری؟ آقاجون کرایتو برده بفرم بخشی نمیدونم کمال نا کجا اسخرم اینجا بود جنس آوردی؟ نه کار داشتم الان پیداشون میشه بر میگم باش
زهر مار سبقه؟ مردی که چیان جونم میخوای؟ ماشین زبون بستمون به باد دادی، هر روزم میاد نمک به زخمم میباشی. آقا کمال سبقه، یه دفعه دیگه اینورا پیدات بشه قلم پاتو میشکنم. موقعیت شما رو درک میکنم، به همین دلیل دیروز رفتم به تمام کلانتری های تهران، ستاد طرح ترافیک، راهنمایی رانندگی شهربانی و پاسگاه های ژاندارمری حومه تهران، مامورین ستاد زیباسازی و سازمان های اداره برق و آمبولانس های اورژانس تهران مشخصات رو دادم، شماره تلفن و آدرس مغازه رو دادم. متاسفانه آدرس و شماره منزل رو نداشتم. الو، اسقط تویی؟ اومدم پول بردارم، گیر کنه افتادم. کی سرشو شکسته؟ خیلی خوب، تو سر ساختمون باش، من اومدم اونجا، همونجا باش. توف به این شانس و اقبال، بشکنه قدم نرست مرد. من کلانتری خبر دادی؟ کلانتری کجاست؟ هاشو میبرم. چی بخشی داداش؟ چه رنگی بود پیکانت؟ رنگ ماشینتون چی بود؟ زرد بود. پس چشت دنبال رنگای تیره باشه. رنگای روشن رو که میبرن یه رنگ تیره میپاشن روش، با یه شماره تازه و یه سند تمام میشه یه ماشین دیگه تازه، اگه اوراقش نکنن. اگه به جامعه قبل از اینکه برای سرش بیاد پیداش میکنه. چطوری؟ تاکسی؟ باید در راش وارد شو. همه یه دار و ندارم بود. میدونم، اگه اون از خدا بیخبری که ماشین میدازه اندازه یه نخود یه حب مروت داشت که با حسنیس مردم بازی نمیکن. تاکسی شوش. ردشون عقب خونه کازم سیبیل بید. چی که بوی پول به دماغشون خورد بال بال میشه. همینه. یه دقیقه بشین من اون برمیگردم. میشه من بیام؟ همینجا باش تا من برگردم. خب منم بیام. ای بابا مگه ماشین تو نمیخوای؟ مهمونی عمم که نیست برات دارم با خودم ببرم. چشت به در باشه تا 10 دقیقه دیگه با ماشین برمیگردم. ساعت چنده؟
بیشتر نه سه دقیقه چند منتظری دارد؟ آره دونه ای بخواید داریم چی داری؟ اومدن؟ دایی اومد اینا رو جمعشون کن اون پاش بچان بیم باشه بینم یه لابد جان دیگه جنس عبرته چه جنسی؟ پاک قیافت تابلوت بیرون بیرون بشون باشون بشون شام تو که دیدی که صداتون ده نیدا نمیشیم بابا بیخیال ارا میریم ارا راحت با من کسی دیدم بیام بیرون هرچیم بیام بیرون یه میدم ببخشید داداش این آقایی که دنبال ماشین من بود دنبال ماشین شما همون که زهر اومدیم با همونجا نشستیم جمونم جواد تیغی رو میگی اسمشو نمیدونم میخواست ماشین منو پیدا کنه ای بابا اون یام به خودش هم گام کرده یعنی دیگه نمیام برو بابا جون دنبال زندگیت خودتو علاف کردی جواد آقا سلام بچا بفرمایید چی جون بفرمایید یعنی می کردی فرما یه چایی بیاری چی جون پیداش کردی جیو پدر جان ماشین همه که رفتی دنبالش کدوم ماشین هست زهد قناری الان بارده یه چرچشم چرا پرت پلا میگی؟ من ماشینم میگم سر به سرش نزد داشت میپره دیگه ولکنت نیستان 300 تومن پول ازم گرفته اصلا چای چی شد؟ گلوت میگه تا میرون برش کن برو به کاره یه شلوغش نکن یه برو به کاره ببین ندید دارید واسه یه پیکان قرازه چی علم شد اگه بنز بود که حتما خودتون میکشتی بنم کرد سجا حفظ آره نیستان شیطونه میگه حضرم تو گوشش بشه از تو به دیوار دستم بیافته بمیره اون وقت صد تا ساعت پیدا کنه بنم کنه دنبال ماشین بگردی من از داشت بارد داشی یا چاقو برد بیافت دنبالش هر ماشینی به نظر داشت آمد نو که چاقو بندازی میگن روش اگه زردی زد خودشه البته اینکه تا رو اوراقش نکرده باشن تا اوش کن دیگه بابا بالاخره پیدات میکنم زرد قناری نمیذارم اینجوری تیکه تیکه
وایستا مگه من مسئول دست با چلفتی بودن دیگرونم؟ ول کرده ماشین به امون خدا، بعدش هم سرخور رفته کرامتری، حالا مفتده دورش هم یه کلوم نایمد بگه آقا کمال تو بودی واسطه این معامله شدی، چجوری میخوا جواب حساب مالو بدی؟ حالا نمیشه یه کاری براش بکنی؟ چی کار کنم؟ تو کساتی کار امروز مجبور شدم باقی پول ماشین از جیبم بدم. میبینی چجوری داریم پیش همه خار میشیم؟ بالاخره پیداش میکنم. آقا هیچی بگیرینش دوست بایسته آی دوست بگیرینش بایسته بایسته ببینم دوست آی دوست بایسته بایسته در میری بایسته مدش قربتی همه کلا گشتن سرش تا اینجا به ما که رسیده زبل شده مگه چی شده؟ نه سرچی مأمور آگاهی از پشت بسته از قاسم آباد و خاوران همینطوری دور زده تا شوش و دولت آباد و خانی آباد همه جا رفته دیگه جایی تو این شهر ولنگواز نمونده که نرفته باشه به همه جا سر کشیده جای ماشین که امنه میدونم که جاش امنه ولی تا کی آخه پول بی صاحبامو همینجوری گوشه گاراژ بخوابونم تازه تو این وضع خراب 20 تومنم پیاده رنگ شدم اصلا گاراژ داره شک میبره بیرونش هم که نمیشه آورد مثل گاب پیشونی سفید نشونیش دست اداره آگاهی و کلانتری و به قولی اون مرتکه کنه اداره برق و طرح ترافیکه چطور ردش کنیم از تهرون بیرون؟ اگه جلو پلیس را گرفتنه چی؟ خودمو نمیبریم که این دازیمش به یکی به من گفتیم پیکان رو تعقیب کنن به خدا من تقصیری ندارم برو چرا این گیر میافتی چه
دیگه بابا. ببینم چی شد. آخه آها برو 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 دنبال چی میگردی؟ اصلا تو چی میخواد؟ کاری که باید از اول میکردم. همه کارات همین جوریه، یه هم میزنه به سرت، هیچ کس هم جلو دارت نیست. گلو گلو لا اله الا الله. باز چه خبر شده؟ هیچ آجان، میخوایم رفع زحمت کنیم. چی شده؟ چه بلایی سر خودت آوردی؟ برمیگردیم، همین امروز برمیگردیم. یعنی چی برمیگردیم؟ همیشه گفتم. حالا چرا اینجوری؟ پس تکلیف ماشین چی میشه؟ آقا کمال؟ برمیگردم پیش روز رسول، شاگردیشم میکنم، پول آقا کمال میدم، یه لحظه توی شهر بند نمیشم. پس خوش اقلا به خودش میگفتی؟ خیال کردی میخوام در برم زن حسابی؟ من روم نمیشه تو چشماش نگاه کنم. آخه همه که اخلاق تو رو نمیدونم، فکر میکنن قید پولش رو زدی و رفتی. خب برو بهش بگو. همینی میخوای که رو در رو بگم آقا کمال شرمندتم؟ خیلی خب میرم. امروز 500 تا آدم تو خیابان هر 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 بهم خندیده که یارو دیوانه است. اینم روش. نیستن، اسقر آقا رو میخوای؟ والا خداییش یه نیم ساعتی منتظرشم. فرموده بود چه دست لباس براش بیار. شما لباس فرنگی نمیخوای؟ جوان خوبیه، خدا پدرشو بیامرزه، در حق ما خیلی آقایی کرده. رانندگی یادم دار، یه ماشین برام خریده. اینه دسته گو سرتو درد میارم. چی بگم آقا؟ تو ولایت خودمون یه تیکه زمین داشتم، دیدم بچه ها بزرگ شدن، عمراتمون نمیگذره، دار و ندارمونو پول کردم، اومدم تهران، شاید فرجی بشه، خیر نبینن انشالله. داغشو به دلم گذاشتم. زرد قناری. چی گفتی؟ میخواد. حالا کجا داری میری؟ هر خراب شده برم راحتر از اینجام. از صبح تا شب در دکون جون میکنم، پام که میرسه تو خونه آهناله دیگرونو باید گوش کنم. صبر کن. ولم کنید بابا، ولم کنید، از دست همه تون خسته شدم، از حس و میز ساقط شدم، بازم ولمون نمیکنید. استراحت تو این خونه نداریم، آسایش تو این خونه نداریم، ولمون نمیکنن. نه گرفتاری شدیم. ا
بمیره مادرت، گریه نکن. بس دیگه، خدا منو بکشه شماها رو به این حال نبین. بابا یک زودتر از اینا از اینجا میرفت. این حرفا کدومه؟ همینو میخواستی؟ همه چیزمون به باد رفت، زندگی خواهرم رو بگو چطور خراب شد. قرب و منزلتمون که هیچ هیچ. هرچی بهش میگم بیا بریم، تو نمیتونی ماشین رو پیدا کنی؟ میگه نخیر، همینجا میمونیم تا پیدا کنیم. صبح میاد میگه یالا جمع کن بریم. شب بر میگردیم میگه نخیر نمیریم، همینجا میمونیم. آخه من به کدوم سازه تو برخصم؟ مگه قرار نبود با آقا کمال صحبت کنیم بعد را بیفتیم بریم؟ چی شد؟ این دفعه دیگه حتما پیداش میکنم. خدا حافظ. خیلی گرفتارم. باشه، بدین اونجا مهر کنم. بفرمایید. اونجاست مال منم. بفرمایید بشین. همه چیز حاضره. سلام علیکم. میگم آقا کم. خوشت اومد. یه هفته نکشید تورش کردم. چطوره؟ حالا کی میخواد بره؟ امشب بار میزنه، فردا میره طرف اول. آدرس چیزی بهش نهدی که. بابا ای والا. سلام علیکم. نکرم. نوشتم. بله. اینو چه نمیخوام؟ خب اینو بپوش. از خر به جمع الان کنه سر میرسه. همین رنگ بزرگترشو نهاری. بپوش ادازته. آهای هرداسوز، هرداسوز کلاه بردارلار. کجایی؟ قلط آقا کجایی؟ خودتونه نشان بدین. یه ماشینه به چند نفر قالب بیکنین؟ میکشم درد قناده رو رنگ میتونیم میندازیم به من؟ چند نفر دیگر میشه من مرحوم پیدا کردیم؟ حالا حالا تو میکنم میکشم تو. تو اونو نگرده همک دیگه تمامونی سر خدا میره خفه میکنم. بله داری خفه میکنی بیگه. بله داری خفه میکنم. میکشم میکشم من میگم سوا من هم تو رو میدانه میکشم. من جادو رو تطوب دی ماشونو میسترم مولو میسترم بل بردام بله مولو منو میخوری؟ منه من کلا میزنی؟ بابا چرا همش کلام من بیرم میکوشم بیرم تو پاره میکنم تا در بیانم من کلا داری؟ گلی تو باز
فرار میشی. من کش من نقش رفتی خبر رو اجازه بدم. سلام بگیرش در قلمه. از ماچی چه خبر؟ من با شده کنم بله کنی کجا بخوای بری؟ یک کامور مدانشتا یالا بودا بیده از سر بخوای پیکان من کن اکه منظور پاتری من بیرون پاک شده برو خدا خفت بکنم خفت بکنم قطعی کشم سین تو ببخشید من کمسن ادامه بده یه گوشه تا بابا بری بیرون خواهونه بری سری سر بیرون اداره یاگاهی باشی جسدم خگرد ببخشید اجازه بدید. نه اوردین. ها؟ اوردین. حالا اولمیپسه. بکو، حالا جت نه. لطفاً پیاده بشید. دفعه رو کنار. چه شکر میدم؟ آقا چه خبره؟ بابا باشون منی میدیم؟ یه چه طرز رفت داری آقا؟ من بالا شکردم گت؟ یا پایین؟ گت منی بیدیم نفت به گت؟ گتیم گتم تاری کردی لباس آقا شکر آقا لباس شکرم گت نه گت گت شدم آشون سندم ندی سند سندین حاله گت آشون من ده پول نوشم گت خشی ها آقا اجازه بدید گدین گرم گدین آقا بذار من گدین ایتلید ایت کم حرف بزنم آقا هست دیدیش گدین بابا هم ماشو منو فرمین حسنم خوشی من پتیر دارم پتیر آبدی مهندس میاد بلا معرفی میکنم متخصص جوجه کشی بیا باره پایین بیا باره پایین ده باره دیگه چطوری مهندس جان مرغ خروسه چطوره هسته دیگه چقدر سانه سر این بیچاره میذاری پتیر دارم پتیر